کنفرانس امنیت و توسعه جده در عربستان سعودی با حضور سران ایالات متحده و هشت کشور منطقه پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر اردن و عراق رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود بر ادامه حضور ایالات متحده در منطقه تأکید کرد منطقه را ترک نمی کنیم تا باعث خلعی نشویم که چین یا روسیه یا ایران آن را پر کنند با رهبری فعال و اصولی آمریکا به دنبال ساخت زمینه همکاری در منطقه هستیم. به نظر می رسد تحولات بین از جمله تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به افزایش فعالیت های چین آقای بایدن را بر آن داشته تا حدودی در سیاست هایش بازنگری کند. همچون روی کردش در قبال عربستان سعودی. در حالی که در ابتدای ورود آقای بایدن به کاخ سفید روابط واشنگتن ریاض رو به سردی گراییده بود اکنون اما سخن از باز تعریف رابطه آمریکا با منطقه است شاهد تلاشایی برای تضعیف نظم جهانی هستیم از اقدامات زورگویانه چین در مناطق اقیانوس هند و اقیانوس آرام تا جنگ وحشیانه و بیدلیل روسیه علیه اوکراین و همچنین فعالیت های بی ثبات کننده ای ایران در این منطقه یعنی خاورمیانه. رهبران کشورهای حاضر در کنفرانس جده از جمله مصر، عراق و بحرین درباره دقدقه های خود در زمینه انرژی، امنیت و اقتصاد سخن گفتند. فعالیتهای منطقه ایران اما از جمله مهمترین مسائل مورد بحث در نشست جده بود. و ندعو ایران از ایران به عنوان یک کشور همسایه که با مردمش پیوندهای دینی و فرهنگی داریم دعوت میکنیم تا از راه همکاری با کشورهای منطقه بخشی از این دور نما باشد همچنین به قوانین بین المللی احترام بگذارد در مسائل داخلی دیگر کشورها دخالت نکند و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری و به تعهدات خود عمل کند به گفته رئیس جمهوری آمریکا مقابله با تهدیدهای منطقه جمهوری اسلامی و در عین حال جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستی از دقدقه های جدی کاخ سفید است در حالی که همکاری با بسیاری از شما برای مقابله با تهدیدهای ایران در منطقه را ادامه می دهیم، مسیر دیپلماسی را هم پیش می گیریم تا محدودیت های مرتبط با توافق هسته ای را احیا کنیم. اما بدون توجه به هر چیز دیگر، ایالات متحده متعهد به تضمین عدم دستیابی ایران به اسلحه اتمی است. نشست هشت کشور منطقه به علاوه آمریکا در جده نشستی که به دنبال آغاز فصلی جدید از همکاری واشنگتن با متحدانش در خاورمیانه است ایلیا جزایری رادیو فردا